احمد ابن حنبل از پیشوایان اهل سنت با اسناد خود از عبدالله ابن عباس نقل میکنند. پیغمبر تعویض میکرد حسن و حسین را. تعویض با زه دالی از استعاذه میاد، اوزه، اوزاد، یعنی حفاظ دادن، پناه برده. پیغمبر برای نوه‌هاش حسن و حسین استعاذه میکرد و میگفت شما دوتا رو در حوزه حفاظتی خدا قرار دادم از شر هر شیطان و حیوان گزنده و درنده و از هر چشم پلید. پیغمبر همچنین اسناد این کارش رو میرسون به ابراهیم خلیل الرحمن. ابراهیم هم بچه هاش اسماعیل و اسحاق را اینجوری تعویض میکرد. اسماعیل پدر اعراب، اسحاق پدر یهود. سوال اینجا مطرح میشه، پیغمبر که سفیر خداوند در زمینه، چگونه برای حفاظت خانوادش از شر شیطان و حیوان درنده و چشم زخم پناه میبره؟ اگر این خدایی که در زمین مطرح، آفریدگار محض، پروردگار تمام عیار، که شیطان طبق نسخه قرآن مأمور خودشه، حیوان درنده مصنوع خودشه، چشم زخم معزون از خودشه، بعد میگه ابراهیم این کارو میکرده. ببینید، در کالبد شکافی ادیان و مذاهب وقتی ردیابی میکنیم میبینیم که خشت اول از بالا کج بوده. یعنی ابراهیم که ابوالانبیا اش میخوانند، پدر همه انبیا، وقتی که تصورش این است که آزار بر بچه هاش از یک کانال دیگری غیر از خداست، فلذا باید از اون مسیر به خدای باری تعالی متمسک شد، متوسل شد، این همان خشت اول چون نهد معمار کجه. همون بحثی که ما میکنیم، خدای زمین و آسمان، خدای اصلی و فرعی، خدای واقعی گمشده بشر که منتظر در جستجوی آنه، و خدایی که انسان خودش جزء و کلش رو قرار داده، شرایط داخلی و برونیش رو تنظیم کرده. اینه چطور میشه؟ الان ما این درس رو میخونیم تصور میکنیم که دو تا قدرتمند در عالم هستی، یکیش خالق شیطان و حیوان درنده و چشزخ و سحر و جادو، یکی هم مقابلش قرار دارد به نام ذات اقدس. اینجوری وقت این دوتا با هم می جنگن. برای اینکه شما میخواهی پناه ببری از اینا به اون، یعنی در حقیقت او باید بیاد به جنگ یه خدای دیگر که خالق اینهاست.